بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و و السلام علی سید الانبیاء و محمد و علی آله و اجمعین اما بعد بینندگان بسیار عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یکی از اون مسائلی که باعث سعادت و خوشبختی انسان در روی زمین میشه عقیده توحید هست عقیده لا اله الا الله هست ما به عنوان مؤمن و مسلمان بر این باوریم که وقتی عقیده و ایمان انسان درست باشد این بزرگترین راه سعادتی است که انسان مسلمان برای رسیدن به سعادت خودش انتخاب کرده این هست که یکی از اساسی ترین مسائل توحید لا اله الا الله است امروز در مورد معنا و مفهوم لا اله الا الله با یکدیگر صحبت میکنیم لا اله الا الله دو تا مطلب داره یکی نفی داره یکی اثبات داره لا اله یعنی هیچ معبود به حقی وجود ندارد الا الله به جز الله متعال یعنی الله متعال تنها معبود به حق و درست و راست و حق و حقیقتی است که قابل پرستش و قابل بندگی است بقیه معبودانی که در روی زمین عبادت میشن پرستش میشن مورد کرنش قرار میگیرند هیچ یکی از اینها قابل پرستش نیستند و همه این عبادتها و پرستش هایی که برای غیر خدا صورت میگیرد اینها باطلند و جایگاهی در دین الهی ندارند این هست که در واقع مشرکین مکه زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونها رو دعوت کرد به سوی الله متعال خیلی از اونجایی که عرب زبان بودند معنی این کلمه رو به خوبی میفهمیدن. میدونستند که وقتی محمد صلی الله علیه و سلم میگه که بگید لا اله الا الله که رستگار میشید معنیش چی هست به این خاطر میدونستند که معنیش این هست که باید تمام معبودان و تمام بتایی رو که پرستش و عبادت میکردند و میگفتند پرستش و عبادت این بتها در راستای پرستش و عبادت الله و متعال هست میدونستند که همه اینها رو باید رها بکنند و همه اینها رو باید ترک بکنند و برای قوم و ملتی که سالها بتها رو پرستش کرده بودند و حب و دوستی بت پرستی و معبودان باطل در دلشون قرار گرفته بود ترکش دشوار بود به این خاطر مقاومت کردند در برابر دعوت ایستادند جنگ های زیادی به راه انداختند شکنجه ها کردند اذیت و آزار کردند قرآن کریم در رابطه با مفهوم لا اله الا الله میفرماید و الهکم اله, اله هم واحد معبود شما معبودی یگانه هست یعنی اون کسی رو که شما باید عبادت و پرستش بکنید او یگانه هست تنها او را باید پرستش بکنید لا اله الا هو الرحمن الرحیم هیچ معبود به حقی وجود ندارد مگر او الله متعال که رحمان و رحیم هست بخشنده و مهربان هست پس معنی لا اله الا الله این هست که تنها او رو پرستش و عبادت بکنیم و در واقع فلسفه بعثت تمام انبیا علیه مسلات و السلام این بوده که بشر رو به سعادت برسونند و راه سعادت چی هست؟ راه توحید هست راه یک تا پرستی هست قرآن کریم میفرماید و ما ارسلنا من قبل من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا ما قبل از تو هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه این رو بهش وحی کردیم که هیچ معبود به حقی به جز من الله متعال وجود ندارد پس تنها مرا پرستش بکنید و مرا عبادت بکنید نتیجه این که انسان مؤمن اعتراف بکند که معبود به حقی به جز الله و متعال وجود ندارد این است که تنها الله را عبادت بکند تنها او را سجده کند تنها در برابر او کرنش کند تنها بر او توکل کند تنها نیازهایش را از او بخواهد همه عبادتهایش را صرفا و صرفا برای الله متعال انجام بدهد این بزرگترین راه سعادتی است که الله متعال به بشریت از آدم تا خاتم توسط تمام انبیا علیه مسلات و سلام نشون داده اونجایی که الله مطال میفرماید و الی عاد اخاهم هودن قال یا قوم الله ما لكم من اله غیره و به سوی عاد قوم عاد اخوهم هودن برادرشون رو هود فرستادیم هود دعوتش چی بود اون فریادی را که برای سعادت بشریت آورده بود چی بود که این بود که یا قوم عبد الله ای قوم الله متعال را عبادت بکنید ای قوم من ای قبیله من ای مردم عزیز من الله متعال رو عبادت بکنید ما لکم من اله غیره هیچ معبود به حقی به جز الله متعال وجود ندارد اونها در جوابش گفتند اجئتنا لنعبد الله وحده آیا تو اومدی تا ما تنها و تنها الله متعال رو پرستش بکنیم و نظر ما کان یعبد و اونا و اون افرادی رو که و اون معبودانی رو که پدران ما اجداد ما آبای ما داشتند عبادت میکردن اونا رو ترک بکنیم؟ نه ما اونها رو ترک نمی کنیم این هست که یکی از اون مسائلی که باعث مقاومت در برابر حق می شود تقلید کورکورانه از آبا و اجداد هست این نکته رو مد نظر داشته باشیم امروزه چه, بسا در بعضی از مناطق مسلمین بدعتهایی وجود داشته باشد خرافاتی وجود داشته باشد که از نسلهای گذشته از آبا و اجداد به جا مونده وقتی که این بدعتها و خرافات برخلاف آیات قرآن کریم هستند برخلاف سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند ما باید اونها رو ترک بکنیم نباید به خاطر اینکه پدرانمون و آبا و اجدادمون انجام دادن به اونها تعصب بورزیم اگر اونها انجام دادن شاید نمیدونستند و چه بسا به خاطر همون ندونستنشون روز قیامت نزد پروردگار معذور بشن اما ما که معذوریتی نداریم ما که در نزد پروردگار ما که دونستیم کتاب الهی رو برای ما خوندن سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو برای ما خوندن و به ما تفهیم کردند که فلان عملی که کاری که شما انجام میدید اشتباه هست بدعت هست خرافات هست در دین خدا و در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جای ندارد ما نباید روی تقلید از آبا و اجداد تعصب نشون بدیم و در واقع اون بدعت ها و خرافات رو ترک نکنیم بلکه باید ترکشون بکنیم بلکه باید به سوی قرآن و سنت برگردیم و اینو که میبینیم ما در اقوام گذشته در ملت گذشته این تقلید کورکورانه و بدون علم و بدون دلیل از آبا و اجداد یکی از راههایی بوده که یکی از روشهایی بوده که از راه دعوت جلوگیری میکرده همچنین الله متعال درباره اینکه الله فقط معبود هست میفرماید ذالک به ان الله هو الحق این به این خاطر است که الله متعال صرفا حق است و انما یدعونه من دونه هو الباطل و, و این چیزهایی رو که غیر از الله اینها صدا میزنن هر کس باشد چه پیر باشد چه ولی باشد چه پیغمبر باشد چه انسانهای وارسته ای باشند که اینها صدا میزنند، هو الباطل اینها باطلن این صدا زدن درست نیست و ان الله هو العلی و الله متعال بلند مرتبه و بزرگ هست این است که نباید غیر از الله متعال که حق هست باید او را صدا بزنیم از صدا زدن و عبادت کردن و پرستش کردن چیزهای دیگر پرهیز بکنیم مشکین مکه در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فکر میکنید بطایی که در کعبه و در مسجد الحرام وجود داشت و در جاهای دیگر شبه جزیره عربستان پراکنده بود اینها چه بودند؟ اونطوری که در حدیث صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وارد شده این بودند که قوم نوح وقتی انسانهای صالحشون وفات کردن وفات می کردن، اینها یک بت کوچک درست میکردن برای اینکه که بیاد اون انسانهای بزرگوار بیفتند و عبادت بکنند و پرستش بکنند به مرور زمان اون بتها حالت تقدس پیدا کرد و از اون فلسفه اولیشون که برای یادآوری درست کرده بودند خارج شد و خودشون مقدس شدند و اندک اندک مردم اینها رو پرستش کردند عبادت کردند نیازهای خودشون رو از اونها خواستند همونطوری که امروز مسلمانان چه بسا یک انسان بزرگ یک امام یک ولی وقتی فوت می کند، سر قبرش مزاری می سازند. بنای میسازند ابتدا تصمیم بر این نیست که در اونجا چه بسا تصمیم بر این نبوده که در اونجا غیر خدا پرستش بشود غیر خدا عبادت بشود غیر خدا صدا زده بشود و برای غیر خدا نظر و نیاز شود اما با گذشت زمان مقدس شده نسلهای بعدی کم کم این هست که ما میبینیم که در طول و عرض جهان اسلام متاسفانه خیلی از مسلمانان از راه توحید واقعی فاصله گرفتن و بعضی از اولیا و بزرگان رو قبرهایشون رو عبادت میکنن، پرستش میکنن، تواف میکنن، نزد اونها نظر و نیاز انجام میدن و اینها برخلاف اون چیزی است که دین الهی ما رو معرفی میکند و وقتی که ما میگیم لا اله الا الله یعنی هیچ معبودی غیر از الله متعال وجود ندارد قرآن کریم میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان الله و اشتنبوا ما در هر امتی از امتهای گذشته پیامبری فرستادیم با این ماموریت که ان الله و اشتنبوا الطاغوت الله متعال رو عبادت و پرستش رو بندگی بکنن و از طاغوت یعنی کل ما یعبد من دون الله هر اون چیزی که غیر از الله پرستش می شود از آن دوری بکنن این پیام سعادت انبیا برای بشریت از جانب الله متعال است. پیام توحید و پیام یکتاپرستی. پرستی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که به مشکین مکه گفت که قول لا اله الا الله بگید لا اله الا الله تا به سعادت برسید در جوابش گفتند اجعل تا اله واحدا این هذا لشه اون عجاب آیا این معبودان مختلفی رو که ما داریم اینا رو همه رو یک معبود قرار میده ما دهها معبود انسانهای بزرگ اولیا رو ازشون بت ساختیم و داریم عبادت و پرستش میکنیم آیا این میخواد همه این معبودان رو که ما با عبادت میکنیم تبدیل به یک معبود بکنه ان هذا شیء عجاب گفتند این چیزی هست که در واقع خیلی قابل تعجب هست و ما چنین کاری رو نمی کنیم. و در برابر دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مقاومت کردند این هست که الوهیت به معنی عبودیت هست به معنی بندگی است وقتی که ما میگیم تنها معبود به حق فقط الله متعال هست یعنی چی یعنی همه ی عبادت ها رو رکوع سجده نماز نظر قربانی توکل، سوال، دعا همه این عبادت ها رو برای کی انجام بدیم؟ صرفا برای الله متعال و هیچ یکی از این عبادت ها رو برای غیر خدا انجام ندیم و اگر برای غیر خدا انجام دادیم دوچار شرک شدیم راه سعادت رو در واقع گم کردیم این هست که عبودیت الله متعال بزرگترین فلسفه است که انبیا علیهم الصلاه و السلام برای اون مبعوث شدند تا اینکه بشریت در این راستا حرکت بکند و اگر ما خواسته باشیم مسیر توحید رو و مسیر یک پرستی رو کج بریم تمام زندگی ما کج می رود توحید اساس اسلام هست اساس دین هست اساس سعادت و رستگاری بشریت هست ما در جلسات گذشته یادآوری کردیم که و این نکته رو هم بگیم که اگر انسانی در توحیدش مشکل داشته باشد دیگه هیچ عبادتی از عبادتهایش نزد پروردگار ارزش ندارد این هست که اساس این هست ما سعی باید بیشترین سعی و تلاشمون رو بکنیم که اساس دین و اساس سعادت رو که توحید و یک پرستی باشه اینو درست بکنیم اگر این درست بود و بعدا در بقیه اعمال ما خلالهایی اشکالاتی نواقصی وجود داشت در روز قیامت الله قابل جبران هستند و امید هست که الله متعال اونها رو مغفرت بکند و ببخشد اما اگر در توحید خلل وجود داشت شرک وجود داشت دیگه اصلا بقیه اعمال انسان بررسی نمی شوند اگر یکی توحیدش درست نباشه شرک در اعتقادش وجود داشته باشد در کنار الله متعال کسی دیگر رو صدا زده باشد در کنار الله متعال برای افراد برای اولیا و برای بزرگان نظر کرده باشد قربانی کرده باشد و روز قیامت بیاید در حالی که نماز خونده روزه گرفته صدقات انجام داده حج کرده کارهای مختلف خیری رو انجام داده همه اینها هوا منصورا هستند همه اینها نزد پروردگار بی ارزش هستند چرا برای اینکه این شخص در واقع به پروردگار شرک ورزیده ولا یغفر ان یشرک به و, و الله متعال شرک رو نمیبخشد همه گناهان انسان هر گناهی رو که انسان انجام بدهد احتمال اینکه در روز قیامت مورد عفو و بخشش قرار بگیرند وجود دارد به جز شرک که در روز قیامت بخشیده نمی شود و وقتی که ما میگوییم لا اله الا الله هیچ معبود به حقی به جز الله و متعال وجود ندارد و باید او رو پرستش و بندگی بکنیم معنیش در کنار این هست که فقط از او اطاعت بکنیم قوانین و زندگی بشریمون رو زندگی رو که در دنیا تنظیم میکنیم فقط از او بگیریم و اگر از کسی دیگر و چیزی دیگر و جای دیگر گرفتیم در واقع به عبودیت گرفتیم ببینید قرآن کریم میفرماید افرعیت من اتخذ الهه هو هوا آیا دیدید اون کسی رو که خواهشات نفسانی هوا و هوس خودش رو اله و معبود قرار داده به چه معنی است اله و معبود قرار دادن در اینجا کسی که برای هوا و هوسش سجده نمیکنه نظر نمی کنه، قربانی نمیکنه برای هوا و هوس و خواهشات نفسانیش به این معنی است که هوا و هوسش رو از هوا و هوسش اطاعت بیچون و چرا میکنه پیروی بیچون و چرا میکنه هر چه که دلش میخواد هر چه که خواهشات نفسانیش میخواند مهم نیست که در چارچوب دین باشه در به اون عمل میکند پس یکی از معنی عبودیت و الوهیتی که در آیه اومده که فقط حق خداست یعنی حق قانون یعنی حق تشریع یعنی حق قانون گذاری یعنی حق برنامه زندگی ما حق نداریم از یک طرف بگیم لا اله الا الله و از یک طرف برنامه زندگیمون رو از بشر بگیریم از انسانها بگیریم روش زندگیمون رو از جامعه شناسان از فیلسوفان از روانشناسان اینهایی که مدعی بودن در طول تاریخ بشر که ما روش زندگی تعیین میکنیم از اینها بگیریم نه وقتی که ما میگیم لا اله الا الله یعنی برنامه زندگیمون رو از الله میگیریم یعنی قوانین رو که در زیر سایهشون زندگی میکنیم از الله متعال میگیریم یعنی تنها از الله متعال اطاعت و پیروی مطلق و بیچون و چرا میکنیم و یعنی این که لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق هر کجا که احساس کردیم که معصیت پروردگار درش هست در اونجا از هیچ یکی از مخلوقات اطاعت و پیروی نمی کنیم امیدوارم که الله متعال به ما این توفیق رو بده تا برای راه رسیدن به سعادت و در واقع رستگاری در دنیا و آخرت به این مفهوم و معنی لا اله الا الله آشنا باشیم و بهش عمل بکنیم از اینی که در این جلسه با ما همراهی کردید از شما تشکر میکنم تا جلسه دیگر و وقت دیگر خدا رو و نگهدارتون